گلی که بر اثر همون پیگیری و سماجت همیشگی تونستی به ثمر برسونی و باعث موفقیت و پیروزی تیمت شدی. اما میخوام یه ذره برگردیم عقب‌تر. من راجع به این روندی که طی کردی یه ذره صحبت کردم قبل از اینکه حالا با هم دیگه صحبت بکنیم، و اینکه بالاخره آدم یه سری آرزوها داره، آرزو داره که اگه فوتبالیست بیاد تو یه تیم خوب بازی کنه، یا نه مثلا بیاد تو ورزشگاه آزادی پر از جمعیت با اونا مواجه بشه، بعد که اون اتفاق براش میفته دوست داره بره تیم ملی، بعد دوست داره بره جام جهانی. یکی از فانتزیای همه فوتبال دوستا این سرود لیگ قهرمانانه. دیشب چه حسی داشتی وقتی برای اولین بار تو زمین مسابقه این سرود پخش شد؟ خب من اول جالب تشکر کنم از همه مردم عزیزمون که با پیام‌های پرمهرشون باعث دلگرمی من شدن و باعث غرور من شدن. همین که من تونستم یه لبخند حتی برای دقایقی رو لبشون بیارم، خب خیلی خوشحالم، باعث افتخار منه این. و آرزو میکنم قبل از اینکه جواب شما رو بدم، آرزو میکنم که تمام فوتبالیست های ایرانی بتونن یه روزی تو این رقابت شرکت کنن، چمپیونز لیگ. نمیگم در حد جام جهانی مهمه، ولی خب خیلی رقابت مهمیه که آرزو میکنم همه جوانای ایرانی بتونن تو این رقابت شرکت کنن و باعث سرافرازی ایران عزیز بشن ایشالله. خب خیلی حس خوبی داشت زمانی که من از همون اول تونستم برای اولین بار بازی کنم توی چمپیونز لیگ و باعث غرور من بود. و خب اینکه بگیم استرس نداشتم، نه، ولی خب استرس های خاص خودشو داشت که خدا رو شکر تونستم خودم رو خیلی خوب کنترل کنم و فکر کنم با یه بازی خیلی خوب از تیم پورتو تونستیم تیم یوونتوس هم ببریم و خیلی حس خیلی خوبی داشت که وصف کردنش غیر قابل وصف هست، نمیشه فکر کنم وصفش کرد، باید آدم خودش تجربه کنه اینو. بله، توی این کنفرانس های انگیزشی و از این حرفای قشنگی که گفته میشه، بعضی از این آدما میگن که این انتقادایی که ما میشه مثل آجر که به سمت ما میندازن، ما این آجرها رو میگیریم و باهاشون بنایی که میخوایم درست میکنیم. به کنترل اشاره کردی. منم قبل از اینکه میگم با هم دیگه گفتگو کنیم، از یه سری انتقادا گفتم که چند سال پیش خیلی هم اتفاقا زیاد بود درباره تو. چطور با این انتقادا کنار اومدی؟ چطور تونستی نبینی این حجم از انتقادا رو یا اظهار نظرهای منفی رو و مستقیم به اونجایی که میخوای نگاه بکنی و به سمت اون قدم برداری؟ کار سختیه نیست؟ خب خیلی کار سختیه. به قول برادرم دیشب یعنی قبل از بازی پیامی به من داد، یه ویدیو انگیزشی فرستاد، بعدش پاکش کرد. گفتم چرا پاک کردی؟ گفت که من نمیدونستم که روتو مسائل انگیزشی جواب نمیده، که خودت انگیزه داری واسه خودت. اصلا من کلن هیچ وقت این ویدیوها یا اینکه مثلا بخوام خودم وارد چالش بکنم با کسی برام اصلا خیلی جذابیتی نداره و کلن سریع از ذهنم پاک میشه و سعی میکنم اون آجرا رو هر چقدر بیشتر باشه بگیرم و از اون آجرا برای خودم خونه بسازم. از نظر من یک فوتبالیست اگر بخواد کامل بشه باید همه اینا رو داشته باشه که بتونه آجرا رو جمع کنه، روی هم بذاره، روی هم بذاره، خشتا روی هم بذاره تا بتونه یه خونه برای خودش بسازه. نظر من از تعبیر شما فکر کنم این باشه خیلی بهترین چیزه. نه کاملا درسته، کاملا درسته. البته خیلی داشتم برمیگرده به خصوصیات درونی آدم. به هر حال شما آدم تودار و سربزیر و بچه مثبت و اون چیزی که بین فوتبالیا از شما مرسوم و سر زبون است و این اتفاقا خیلی خصلت خوبیه، چرا که نه. حالا بریم بیشتر راجع به همین فصل صحبت کنیم. فصلی که البته خوب شروع نشد، با نیمکت نشینی شروع شد ولی به اینجا ختم شد، مخصوصا دو ماه اخیر که خیلی دو ماه خوبی بود، فوق العاده بود، گل پشت گل، پنالتی پشت پنالتی. البته برای شما خوب و برای رقبای پورتو و شخص مهدی طارمی و به خصوص مدافعانی که جلوش قرار میگیرن بعد که این چرا اینقدر پنالتی میگیره، چرا نمیتونیم مهارش کنیم؟ چی شد که این روند به این شکل از نیمکت نشینی به اینجا رسید؟ خب این یه شرایط ویژه بود زمانی که من رسیدم با
و باشگاه پورتو قرارداد بستم، خب اول که وارد باشگاه خیلی بزرگ میشی سخت شرایط تا بخوای آداپته بشی با شرایط باشگاه، بازیکن‌ها، مربیان، نوع تمرین‌ها. ولی خب من خیلی زود تونستم با بازیکن‌ها و مربی‌ها و شرایط باشگاه آداپته بشم، ولی خب زمان می‌برد که مربی بتونه به من اعتماد بکنه، چون مربی اون آقای کنسیسا 3-4 ساله داره با این بازیکن‌ها نتیجه می‌گیره و دو تا قهرمانی داشته و حالا قهرمانی لیگ و چندین قهرمانی جام حذفی و حالا سوپرکاپ و قهرمانیه که اینجا وجود داره. و بله. خب نمیتونست یه بازیکن رو خیلی زود وارد تیم بکنه و بخواد بهش اعتماد بکنه، چون یه سری بازیکن از قبل بودن که به اونا خیلی اعتماد داشت و این کار منو خیلی سخت میکرد و من مجبور بودم با تمرین کردن زیاد و تلاش بسیار بتونم جای خودم رو به دست بیارم. اگر میخواستم بشینم و آنال کنم به هیچ جا نمیرسیدم، فقط مجبور بودم که تلاش کنم که بتونم یه فرصت بیارم جای خودم رو به دست بیارم. و خدا رو شکر از زمانی هم که تونستم جام به دست بیارم یه جوری تمرین کردم و تلاش کردم بازی کردم که دیگه تا به الان که جامو به کسی ندادم و امیدوارم همین روند ادامه داشته باشه و این اتفاق خوب برام بیفته، هم برای خودم هم برای مردم ایران، که بتونم با گلهام، حالا پنالتی ها و هر داستانی که با برد پورتو همراه میشه برای مردم خودمون یه لبخندی اگه من بتونم رو لب مردم بیارم، این واسه من خیلی ارزش داره و کلی میتونم از این حس خوب انرژی بگیرم. دیشب این کارو کردیم. الان ساعت 23:29 دقیقه است به وقت تهران. همین حدودا دیگه تو تونل، البته چند دقیقه قبلش با دلیخت، با کیلینی، با رونالدو تو تونل ورود به زمین مسابقه بودی و یک دقیقه و چند ثانیه فقط بعد از شروع مسابقه هم گل زدی. میخوام اینو بپرسم که چون که شادی گل منحصر به فرد داشتی بعد از گل زنی، این نشون میده که قبل از این به این فکر کرده بودی که من گل میزنم پس یه شادی برای بعد از گلم طراحی کنم، واقعا همینه؟ و اولا بگو چی کار کردیم، اون علامتی چی بود؟ ببینین من کلا وقتی که با بازیکن بزرگ روبرو میشم سعی نمیکنم که زیاد مثلا نگاه کنم بهشون یا اینکه خیلی محو این بازیکن ها بشم. کلا مدلم یه جوری که خودم دوست دارم خودم به یه جایی برسم که یه سری بازیکن ها منو ببینم. بله. کلا مثلا مدلم اینجوریه که دوست ندارم من کسی رو، نه اینکه مثلا از خود راضی باشم، نه متوجه. دوست دارم خودم به اون جایگاه برسم. بله. و به خاطر همین زیاد توجه خاصی هیچ وقت به بازیکن تیم حریف ندارم. حالا خب رونالدو و این اسامی که شما بردین جز بهترین بازیکن‌های دنیا هستن و افتخار ایستادن من کنار این بازیکن‌ها، ولی خب شخصیت من یه جوری که کلن خودم تا به اون جایگاه نرسم زیاد محو این جایگاه نمیشم. این بخش اول صحبتتون. بخش دومش هم خب قبل از حالا یه خاطره طور براتون بگم، من ظهر بازی نمیخواستم بخوام چون خب شب بازی خیلی خوب خوابیده بودم، صبحم خب خوب بلند شده بودم، واقعا خوابم نمیومد، ولی نمیدونم چرا ظهر بازی یهو برای نیم ساعت 45 دقیقه خوابم برد. همینجا خب. تو گوشی داشتم حالا کارامو انجام میدادم یهو خوابم برد و تصویری ندیدم، ولی این فکره به من خطور کرد که چی میشه که خیلی زود گل بزنی. حالا نمیگم که دقیقه 1-2-5 ایناشو نمیدونم، فقط این فکره به ذهن من اومد که چی میشه که زود گل بزنی و یه جور حسی بود که مثلا تو خواب داشتم میخندیدم و موقعی که بلند شدم میگم چه فکرهایی میکنم. خب معمولا وقتی بازی کنم در مورد بازی فکر میکنن تا دقیقه 5 3 تا گل میزنن، یعنی مثلا این کارو بکنیم اون کارو بکنیم یه گل، اون کارو بکنیم اون کارو دو گل. بسکتبالی بیشتر تصویر سازی، آره زیاد تصویر سازی نمیکنم من، همینجوری کلا همیشه میرم تو شرط بازی. ولی خب حس خیلی خوب بود موقعی که از خواب بلند شدم
و موقع که گل زدم قشنگ اصلا انگاری دنیا داشت دور سرم میچرخید. گفتم خدایا من این فکر رو کردم، چی شد، چرا این همه زود؟ فقط گفتم خدایا شکرت. همین، یعنی هیچی نمیتونستم بگم، هیچ کاری نمیتونستم کنم. بازیکن ها هی با هم حرفی زدن، من نمیتونستم که مثلا جواب بدم. فقط تو فکر نمیدونم که من چی خواستم، چی شد. همون اتفاقی که تو خواب اون کی بود بهم گفتش که زود گل میزنی؟ آره اون کی بود که گفت مثلا زود گل میزنی؟ همین اتفاقا برام افتاد. گفتم خدای فرج شکرت. خیلی خوب، ما خیلی زمانمون محدوده، یه ذره با سرعت بیشتری اگه ممکنه جلو بریم. آقا مهدی شما خودت این کاره، این متخصص پنالتی گرفتنی، اون کاری که سانوسی با رونالدو کرد پنالتی بود یا نبود؟ منفجرش کرد از عصبانیت. فکر نمی کنم پنالتی باشه، چون قبل از این که بخواد برخوردی انجام بشه بابا پشتش. نه خب نه، حالا اگه دقت کنی قبل از این که بخواد برخوردی انجام بشه رونالدو بدنش رو به عقب بود، یعنی حالتی که داره میفته بعدن برخورد انجام شد. چون دیدی اصلا داور زیاد اصلا سمت VAR و اینا هم هیچ نرفت، سریع سوتو که زد گفت که نه. چون قبل از این که برخورد انجام بشه رونالدو بدنش رو به عقب اومد که یعنی داره میفته، چون تعادلش یه جورایی به هم خورده بود. به خاطر همین فکر نمی‌کنم پنالتی بود. خیلی شده بود. بعد مسابقه پیرنشو با کسی عوض کرد به روال مرسوم یا نه؟ فکر کنم یه 20 تا بازیکنام به پپه گفته بودن که لباس رونالدو رو می‌خوان. من بعد بازی دیدم با دو تا پلاستیک اومده بود و داشت به مثلا بازیکنان که بهش گفته بودن لباساشون رو بهشون میداد. بعد منم خب دیگه خب این پیرن کیزا، این پیرن کیلینی، اینم مال شزنی. نه فقط رونالدو. آخه یه کیسه چجوری ممکنه؟ خب دیگه رونالدو دیگه، خب معمولا این اتفاق براش میاد. آنه آماده داره اصلا. آره آمادگی ها رو دارن که، و از قبل هم بهش گفته بود. و یه دونه آخر کار رسید با امضاش بود که من گفتم، گفت که آخ مهدی یادم رفت. گفتم تو اینو نگه دار، بازی توی تورین من میام از تو میگیرم. گفت نه بیا بگیرم. خیلی پپ آدم خوبیه، خیلی خیلی دیگه. خلاصه این حالا یه صحبته کردیم، گفتم نه من بازی برگشت یادت میارم، اونجا من حالا لباسو از شما میگیرم. خب جواب سوال بعدی من هم دادی. من میخواستم ببینم که ذهنیت ماها طرفدارای فوتبال با اون چیزی که از قاب تلویزیون میبینیم یکیه. پپه همینقدر خشنه که میگه نه تو خیلیم خوب و مهربون و... اصلا یعنی ببین زمین فوتبالش با بیرونش زمین تا آسمونه. یعنی من به جرات میتونم بگم جز 5-6 تا انسان خوب روی زمین فوتبالیست، در مورد فوتبالیست ها دارم صحبت میکنم که من دیدم تا حالا. پس واجب شد یه پارتی بازی بکنی، یه اسکایپ هم با پپه بگیریم. من میگی خوبه اگه پرتغالی بلدین که پیدا میکنی، پیدا میکنی، مترجم پرتغالی هم پیدا میکنی. آمیتی برگردیم به لیگ پرتغال. اونجا یه ذره کارتون گره خورده، الان یه ذره از اسپورتینگ عقب افتادین، فکر کنیم میتونی جبران کنین این فاصله رو؟ به نظر من هیچ چیز تو فوتبال غیر ممکن نیست. همینجور که ما دیشب خیلی ها میگفتن که یوونتوس شما رو میبره و نمیدونم، دوستای خودم میگفتن چون من خط وسط زمین اون ورده هم نمیره این داستانا، من هیچی نگفتم. گفتم خب حالا بعد بازی ایشالله با هم صحبت میکنیم که نتیجهش هم دیدیم. ولی خب کارمون خیلی سخت شده، خیلی خیلی هم سخت شده، ولی خب به نظر من میشه جبران کرد. یعنی لیگ پرتغال جوری نیست که نشه این اختلاف رو جبران کرد با شرایطی که تیم ما داره و اینکه شرایطی که تیم اسپورتینگ داره. و حالا درسته شرطشون تا الان خوب بوده، ولی فکر نمی کنم بتونن این روند رو تا آخر فصل ادامه بدن. و فکر کنم که مثل پارسال که بنفیکا 8 امتیاز بالاتر از پورتو بود، ولی خب پورتو آخر فصل با 8 امتیاز بالاتر قهرمان شد. فکر کنم بتونیم این کار رو انجام بدیم امسالم، ولی خب خیلی شرایطمون سخت. درسته، خیلی وقت رو نمیگیریم. یه سوال دیگه دارم. دفعه قبلی که با سردار آزمون تو این برنامه مهمون ما بودی، اون موقع که جواب ندادی، حالا لااقل جواب بده.
اون موقع نگفتی که پیشنهادی چیزی داشتی یا نه، ولی الان بگو که توی این پنجره نقل و انتقالات زمستون، اینی که گذشته، حالا راجع به آینده که نمیخوام حرف بزنم، تو این پنجره گذشته از این لیگ‌های معتبر اروپایی، از انگلیس، آلمان، ایتالیا، پیشنهادی داشتی؟ پیشنهاد که نه، چون خب تو زمستون معمولا نقل و انتقالات به اون صورت جدی پیگیری نمی‌کنن، فقط دنبال اینن که یه صحبتایی بشه برای آخر فصل. و منم خب چون نصف بازی‌ها رو از اول بازی نکرده بودم و وسط راه تقریبا به پورتو اضافه شده بودم و تونستم خوب کار کنم، خب یکم زمان میبره تا بخواد حالا همچین اتفاقاتی شاید در آینده رقم بخوره. و منم حالا فعلا شرطم تو پورتو خیلی خوبه، خیلی خوشحالم که اینجا هستم و امیدوارم که بتونم این روند رو تا آخر فصل ادامه بدم و حالا ببینیم آخر فصل چه اتفاقاتی پیش میاد. ولی خب شرط من اینجا خیلی خوبه و منم خدا رو شکر خیلی راضی هستم. ایشالا بهترم بشه، بهتر از همین که تا الان بودی. من از همه این گفتگویی که داشتیم و از صحنه گل دیشب و نمیدونم حرفای مردم تو فضای مجازی، اینا همش یه طرف، اینی که میگی سر زوری نفر یه صدایی بیاد تو خواب با آدم بگه که تو اول بازی گل میزنی، من باشم بلند میشم میگم کیه. خیلی ممنونم از این که وقت گذاشتی. اتفاقی بود که برای من افتاد، ولی خب یعنی تو ذهنم خطور کردی. حالا گرفتم. اتفاقیه دیگه، یا میفته برای آدم. بله ایشالا بازم میفته. من یه تشکر بکنم فقط خیلی کوتاه اگه ممکنه. خیلی کوتاه. بله. یه تشکر بکنم از تمام مردم که به من خیلی لطف داشتن. بله. با پیام هاشون، با اتفاقاتی که تو فضای مجازی حالا تو ایران مرسومه برای من رقم زدن، جا داره از تک تکشون تشکر کنم. و دوستانی که نتونستم جوابشون رو بدم عذرخواهی میکنم و ایشالله که بتونم هرچی زودتر جوابشون رو بدم، از من ناراحت نباشن. خیلی ممنون، متشکرم مهدی طارمی عزیز، خداحافظ. خب امیدواریم تو این برنامه که از این فصل دیدیم ما یه بخش ویژه رو داریم برای لژیونر هامون، انقدر عمل کردن همشون خوب باشه که اصلا یه برنامه ویژه رو به لژیونر هامون بپردازیم و مفصل با تک تکشون گفتگو بکنیم به خاطر عمل کردهای خوبشون.